نتیجه یک تحقیق مشترک در آمریکا و ژاپن سازوکار متاستاز یا گسترش سرطان به دلیل چاقی را روشن کرده است. چاقی عامل خطر ایجاد سرطان‌های متعددی از جمله روده، پستان و پانکراس است. اما این نخستین بار است که نقش سلول‌های چربی و فرایند التهاب در متاستاز یا تهاجم سلول‌های بدخیم به نقاط دورتر شناسایی شده است. همکارم دکتر شیده رضایی در استودیو ماست برای توضیح درباره روش و یافته‌های این تحقیق. ببین، این تحقیق تجربی بود و گسترش سلول‌های سرطانی رو و نحوه این گسترش رو در کسانی که رژیم غذایی پرچربی دارن و چاق هستن و کسانی که رژیم‌های غذایی معمولی دارن و وزن اضافی ندارن با هم مقایسه کرده بود و متوجه شدن که رژیم غذایی پرچربی امکان نفوذ سلول‌های بدخیم یا سرطانی رو به بافت‌های سالم فراهم می‌کنه. و سازوکار اون رو بررسی کردن، دیدن که هر ارگان، هر بافت سالم، هر اندام سالم، هر اعما و احشاء سالمی یک جدار مخاطی یا اپیتلیال داره که اون جدار مخاطی در واقع سد دفاعی اونه و اجازه نمیده که عوامل خارجی از جمله سلول‌های سرطانی همیشه عامل خارجی محسوب بشن، وارد اون بافت بشه. در کسانی که چاقی یا اضافه وزن دارن و سلول چربی در بدنشون زیاده یا رژیم غذاییشون پرچربیه، سد دفاعی به دلایلی که بعداً متوجه شدن چه اتفاقی میفته شکسته میشه. و در واقع اون اندام یا ارگان نمیتونه تشخیص بده که این سلول سالمه یا سرطانی و بهش اجازه نفوذ میده، طبیعتاً تومور در اونجا رشد پیدا میکنه و پدیده متاستاز اتفاق میفته. چیزی که در واقع این واسطه این ورود سلول چربی و در واقع تولید تومور در بافت جدیده مکانیسم التهابه. خب حالا ما برای کاستن از آسیب‌های سرطان این کارکرد عملی این پژوهش چیه؟ کارکرد عملی این پژوهش هم کاملا حق با تو، همیشه وقتی یه موضوع علمی مطرح میشه خب بعد آدم میگه خاله که چی؟ کارکرد عملی این پژوهش، اولا که به طور مشخص دیدن که این اتفاق در مورد سلول‌های روده و پانکراس میفته، پس نقش قبلا مشخص بوده که چاقی در این سرطان‌ها نقش داره، از این طریق این اثباتش کردن. ثانیاً متوجه شدن که واسطش التهابه و اگر بتونن سیکل التهاب رو قطع کنن، امکان نفوذ، گسترش و متاستاز رو در واقع خیلی کاهش میدن. خوشبختانه داروهای ضد التهاب، داروهای ساده و فراوانی از جمله آسپرین و سایر داروهای ضد التهاب، متوجه شدن با آسپرین میتونن تا حدودی جلوی متاستاز و گسترش سرطان رو کند کنن در مورد روده و پانکراس. دکتر شیده رضایی، ممنون از تو.